عرض ادب و احترام دارم خدمت آوردگار ایران، خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمندم و تلویزیون ایران فردا. این روزها دوباره مصادف با پرواز به جاودانگی چند تن از دوستان و نازنین ما که روزگاری بودند و چهره‌های مؤثر امروز دیگه نیستند، با ما نیستند، ولی خاطره اونها با ماست، یاد اونها با ماست. یکی از اونها سورج نگهبان و جمعی چند روز پیش سال گشته رفتنش بود. دیگری ثابت ایمانی، نورالدین ثابت ایمانی عزیز که چند روز دیگه سال گشته سفر جاودانگی اوست. همینطور عماد رام و مجموعه کسانی که روزگاری وقتی ایران به اونها احتیاج داشت حج حاضر بودند. گردن بعضی از اونها خیلی باریک بود مثل عماد تورج، ولی اونو در برابر هیچ قدرتی خم نکردند. در روزهایی که قرار بود کار مخفیانه و زیرزمینی بکنند ترجیحی به خودشون راه ندادند. وقتی به اونها فکر میکنن لبریز از افتخار میشه که ایران چه فرزندانی رو در دامان خودش پرورد که ناحقی نکرد، ناسپاسی نکرد، چنگ به دل ایران نزد. و بقیه دوستان، فریدون فرهنگ دوست بود، مرجان بود، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و شماره دیگری که الحق و الانصاف در شرایطی که شرایط بسیار حساسی که اغلب و بیشترین روشنفکران ما ترجیح میدند راه عافیت رو طی کنند، اونها درست از خطر استقبال کردند. برخی هم بودن که واقعا ایران رو دوست داشتن از ته دل، اما دچار اشتباه محاسبه شد. امروز نگاه بکنید در خاورمیانه ببینید دوباره چه تعداد از مردم دچار اشتباه محاسبه میشن. در خود غرب بسیاری از این دیپلمات‌های مخبقب که همان اصول معیارهای قرن 19 و در همون مکاتب پرورده شدن، درک درستی از اوضاع امروز منطقه خاورمیانه ندارن، ولی در امور خاورمیانه دخالت میکنن. اشتباهات مهلک اونها باعث شده که مردم خاورمیانه هزینه های بسیار سنگینی بپردازن، هزینه های بسیار بسیار سنگین. میگم نمیدونم این تخم لق رو کی شکست که دموکراسی یعنی صندوق رای. امروز صحبت میکردم با دکتر فرهنگ گلاکوی عزیز درباره همین لوازم پیش از رسیدن به صندوق رای، یعنی قبل از اینکه صندوق رای تعبیه بشه مردم در صف بیستن بخواد آرایشون رو بریزن توی صندوق ها، ما احتیاج به سلسله شرایط ضروری داریم که این شرایط باید محقق شده باشند، از جمله یک امنیت لازم، دو اینکه مردم حق آزادی بیان داشته باشن، حق برگزاری اجتماعات رو داشته باشن، رسانه های خودشون رو داشته باشن برای تبلیغ عقایدشون، آرایشون رو، پیش از اینکه مردم برن پای صندوق های رای حق داشته باشن احزاب و گروه های خودشون رو تشکیل بدن، اتحادی ها تشکیل شده باشه، سندیک ها تشکیل شده باشه، هر کس به سیاق خودش نگاه داره به کار تشکیلاتی و تعذبی، میخواد حالا چپ باشه میخواد راست باشه فرقی نمیکنه. در یک دموکراسی باید همه باشن، کمونیست ها ایران با توزور داشته باشن، سوسیالیست ها با توزور، ملیگراها، راست ها، هر کس این فرصت رو داشته باشه که در یک فضای باز و آزاد و بر زمینی که از امنیت برخوردارین خیلی مهمه بتونه آرا و نظرات خودش رو عرضه کنه، بگه چه برنامه هایی داره برای میهن و سرزمین خودش، و بعد اون وقت مردم فرصت داشته باشن فکر کنن و انتخاب بکنن.
و این به یک جدول زمانی احتیاج داره، نه اینکه یک شبه. شما به این مردم، به مردم انقلابی اختیار بدید که دکمه رو فشار بدن یا تلمبه دینامیت رو بزنن و این ساختمون رو زمین بیارن. خیلی طبیعی است که از فردا ناچارن مردم تو همون خرابه زندگی کنن. خراب کردن کار سختی نیست، اما ساختن خیلی سخت و دشواره. بسیاری از انقلابیون تصورشون برای این بود که وقتی انقلاب میکنن از فردا درهای خوشبختی به روی اونها باز میشه، همه چیز دیگه فراهمه، همه چیز در دسترسه. یک دک، یک انگشت و فشار و ویرانی بنای تار، بنایی که بالاخره نسل‌های اون رو ساختند و پرداختند. این غربی ها، مخصوصا آمریکایی ها، خیلی در این زمین ها حساسیت به خرج میدن، خیلی معتقد به انقلاب های انفجاری نیستند، انقلاب هایی که برق‌آسا عمل کنند، یعنی یک جامعه رو کاملا زیر رو کنند و تحولات اجتماعی حکم سائقه رو داشته باشه، بزنه همه چیز رو به آتش بکشه و بعد مردم توقع داشته باشن که از اون پس خب دیگه مشکلی نخواهند داشت، همه چیز بر وفق مراد اونهاست و میتونه از اون زندگی خوبی رو ادامه بده. در حالی که واقعیت این نیست. وقتی شما همه چیز رو تخریب میکنی، باید اون وقت کار سازندگی شروع بشه. این وقت میبره، زمان میبره. در نتیجه اون چیزی که این وسط خیلی حائز اهمیت، حزم و احتیاطه. وقتی میگیم انقلاب یعنی چی؟ یعنی اسباب کشی از یک دوره از تاریخ به یک دوره دیگری، مثل هر اسباب کشی دیگری. ما خساراتی داره، هزینه هایی داره، چون این اسباب کشی خیلی از لوازم بین میرن، خیلی ها به کار مکان جدید نمیخورن، جا برای اونها نیست، برخی بیش از حد کهنه هستن باید اونها رو دور ریخت، برخی شکستنی هستن تو را میشکنن. و دیگه این وسایل ابزار شکستنی رو نمیشه به شکلی احیا کرد یا جبران کرد، باید اونها رو از دست رفته قلم داد کرد. کمان که خیلی از ملت ها در جریان انقلاب خیلی چیزها رو از دست دادن که دیگه هرگز اونها رو به دست نیوردن، هرگز. شما وقتی میخواید از یه آپارتمان به یه آپارتمان دیگه، از یه خانه به یه خانه دیگه، از یک شهر به یه شهر دیگه اسباب کشی کنید، در اینجا خب تماس میگیرید با یه مؤسسه، مؤسسه میاد منزل شما رو نگاه میکنه، ابزار و وسائل رو یک یک اینها رو اینها رو وارد میکنن، به شکلی ثبت میکنن، اندازشون رو، تعدادشون رو، از همه مهمتر جنسیتشون رو، قیمتشون، نوع مهمه، بعد اینها رو بیمه میکنن. برای کالا هست که باید اونها رو به درستی بسته بندی کرد، نمیشه توی بسته های مقبایی جا داد، برایشون بسته های محکمتر باید در نظر گرفت. کامیونی که میفرستن باید ظرفیتش به اندازه کالاهای موجود باشه، کارشناس میفرستن برای بسته بندی، برای حمل و نقل. شما میخواید یک مملکت و یک سرزمین مثل مصر رو از یه دوره‌ای به یک دوره دیگه انتقال بدید بدون یه ذره‌ای در این باره اندیشه کرده باشید، فکر کرده باشید که چی میشه تو این اسباب که چه اتفاقاتی ممکنه رخ بده. در تاریخ آمریکا با چهره‌های خیلی درخشانی داریم، مخصوصا چهره‌های انقلابی بود، منتقدین سرسخت نظام بودن، سیستم بودن. یه چند تن اونها کمونیست‌های معروف مثل هوارد فاست، جمعی ما او رو میشناسیم، دست کم برخی آثارش به زبان فارسی خوندیم، فیلمش هم ساخته شد در هالیوود، کیک دگلاس هم درش بازی میکرد، فوق‌العاده بود. البته بعدها به صورت اکشن باز هالیوود ساخت این فیلم رو تجدید کرد که اونم بد نبود، اونم خوب از آب در آمده بود، ولی
اون نسخه اصلی اولی خیلی فوق العاده بود. برای یکی از شاهکارهای های وارتفاسته. اصلی دیگر تاماس پین. تاماس پین متفکر بزرگ انگلیسیست، شکم بندوز بود. وقتی مهاجرت کرد به ایالات متحده آمریکا آمد اینجا، ولی به نوشتن علاقه داشت، توی چاپخونه سرگرم کار شد. داستان زندگیش رو هوارد فاست روایت کرده، بسیار خواندنی است. یه شخصیت انقلابی است تاماس پین، که میاد به ایالات متحده آمریکا درست در روزهایی که جنگم در گرفته علیه انگلیسا، نیروهای انگلیسی. او درست در همون دورانی که پا به ایالات متحده آمریکا میگذره و شروع میکنه به نوشتن رساله های تند و تیز و اثری به نام عقل سلیع، که این عقل سلیم خیلی محرک بود. خود تاماس پین نقشه آجیتاتور رو پیدا کرد، محرک انقلاب علیه انگلیس ها، با اینکه خودش انگلیسی بود و معتقد بود که ایالات متحده آمریکا باید مستقل بشه و نگاه خاصی هم به انقلاب داشت. در ضمن خدا باور بود، اما با مذهب شدیداً ضدیت داشت. اصلا نظر خوشی نسبت به مذهب نداشت. برای این وقتی مرد خیلی سرگردان بود، خیلی، و هیچ کلیسای حاضر نشد او رو بپذیره، هیچ گورستانی متعلق مسیحیان، و شش نفر تنها. فکر کنید شخصیتی که از بنیانگذاران استقلال ایالات متحده آمریکا است، انقلاب این سرزمین و جداییش کاملا از استعمار انگلیس، یکی از شخصیت های نافذ در این قلب را، شخصیت های فرهمند و جذاب در تاریخ آمریکا، این تاماس پین. وقتی میمیره شش نفر که دو سه تاش هم از که سیاه پوست بوده در مراسم کفن و دفن رو شرکت میکنن، کجا؟ نه در قبرستان، کنج خانهش. بعد خواه یک متفکر بزرگ انگلیسی، روزنامه نگار بود خودش، یعنی از کاری که شاوزی شروع کرد، مزرعه دار بودن در انگلیس و بعد از روزنامه‌نگاران بنام شد، اونم از شعرهای انقلابی و تحولجو به معنای واقعی کلمه، اونم نقشه مهمی داشت در تاریخ انگلیس، به نام ویلیام کابت. این ویلیام کابت بعدها تصمیم گرفت مثلا شد 10 سال بعد که بیاد این قبر او رو جابجا بکنن، برن در یک مکان و در کمال احترام در انگلیس به خاک بسپارن، کشی جنازه شایانی در حد و قواره او برگزار بکنن. یعنی در کمال حسنیت آمد و قبر او رو برخله پیدا کرد و استخوان‌ها رو در بردن، استخوان‌ها گم شد، حتی استخوان‌های او گم شد. جره انقلابی، بهره انقلابی، و عرض کردم از بنیانگذاران استقلال ایالات متحده آمریکا، از دوستان واشنگتن، رئیس جمهور ایالات متحده، نخستین جورج واشنگتن، نخستین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. یه موقع از اون سرخورده شد، بعد رفت به فرانسه، به انقلاب فرانسه پیوست، چهره انقلابی به معنای واقعی کلمه در اون زمان، و بعد حتی رفت به کنوانسیون فرانسه، در اونجا درگیر شد با روبسپیر، از سران انقلاب، و به زندان افتاد. خیلی رنج ها و مرارت ها رو متحمل شد، بعد هم خیلی ناامید شد از بشریت. یعنی فکر میکرد بشر با آرزوهای دست نیافتنی انقلاب میکنه، و متاسفانه میوه این انقلاب ها همه تلخ هست. و همین لحاظ تا میانه راه با انقلاب همپا شد و بعد تصمیم گرفت جدا بشه، هم از انقلاب آمریکا جدا شد، انقلاب فرانسه. یک شخصیت دیگری که اونم چهره بسیار معروفیه، جیمز آرتور میشنر، از نویسندگان منتقد در این مملکت، چندین اثر خیلی معروف داره، جایزه پولیتسر برده. یکی از معروفترین آثارش چیه؟ The world is my house، دنیا خانه من است، خیلی معروف.
یکی از کارهای درخشان جیمز آرتور میشنه. فکر میکنم سال 47 جایزه پولیتسر رو گرفت، 2 سالی بعد از جنگ بود. جایزه پولیتسر رو از منتقدان سیستم بود توی این آمریکا. وقتی کندی ظهور کرد و در کنار کندی قرار گرفت، از حامیان سرسخت کندی شد. خود میشنر صدها هزار خواننده داشت، کتابش منتشر میشد، همه هجوم میبردن که آثار او رو بخونن. خب از محبوبیت برخوردار بود، آثارش رو میخوندند و خیلی ها گفتن آقا تو که منتقد این سیستم هستی و منتقدی که این سیستم رو باید درست کرد، باید اصلاح کرد، متحول کرد. از چهره های از لیبرال های سرسخت در این مملکت، لیبرال های سرسخت و طرفدار چنج، طرفدار تغییر. خیلی هم به کندی امید بسته بود. خب کندی به قتل رسید. آمده حتی در اردوگاه کندی بود، فعالیت میکرد به سود کندی. آقا تو چه اینقدر به این سیستم میتازی؟ همیشه تازیان دستته؟ خب بیا برو توی سیستم، برو سیستم رو عوض کن. پیشنهاد رو پذیرفت. میگه تنها کسی که مخالفت کرد زنم بود. گفت آقا مواد این اشتباه رو بکنی. میگه ولی من مرتکب این اشتباه شدم، پذیرفتم، رفتم خودم رو کاندید کردم. چند ده نفری اومدن بهش رأی دادن. فکر کنید مردی که صدها هزار نفر آثارش رو میخوندن و لذت میبردند، حالا وقتی به دوراهی انتخاب راه هستن، رسیدن سر دوراهی، به چیزی که علاقه مندند حالا میتونن رأی بدن، اون رو بفرستن در مجلس نمایندگان و او بره طرح‌ها و اندیشه‌های خودش رو پیاده بکنه. تصمیم گرفتن خواننده آثارش باشن، اما بهش رأی ندند. آمریکایی‌ها میترسند، از تغییرات بنیادین وحشت دارن. میگن ما به سختی این مملکت رو شکل دادیم، به سختی این تمدن رو در این گوش از دنیا پدید آوردید، در ینگ دنیا، دنیای جدید، قاره نو، و حاضر نیستیم اون رو به سادگی از دست بدیم، حاضر نیستیم دست به تغییرات رادیکالی بزنیم. به همین لحاظه که کسانی که شعارهایی میدن در جهت تغییر وضعیت، مثل آقای نیدر، رالف نیدر، که اغلب به عنوان نماینده حزب سوم در انتخابات شرکت میکنه، با 1-2% رأی همیشه از صحنه خارج میشه. حتی سوسیالیست های تندروها، لیبرال های تندروها باز نیستن بهش رأی بدن، اندکی رأی میاره. اینا ترجیح میدن آثار نویسندگان از این دست رو بخونن، مثل کسی که رمان چارلز دیکنز رو میخونه، لذت میبره، اون فضای دودالوت مهزده لندن، بچه های فقیر، افراد سودجو، خب گاه جای قهرمان ها قرار میگیره، گاه خوشش میاد از سفر به سیاره که چارلز دیکنز ساخته، واقعا هم خب بقیه نویسنده. اما بعد فکر میکنه آیا خودتو حاضری نقش یکی از این قهرمان ها رو در چنین فضایی بازی کنی؟ پاسخ منفیست، نه، پس من میخونم فقط لذت میبرم. با سیاره آشنا میشم که یه نفر نویسندهی در گوشه از تاریخ اون رو بنا کرد، میرم تو اون سیاره سیاحت میکنم، با چهره ها، قهرمان ها، سوژه ها آشنا میشم، دوباره بر میگردم به زندگی واقعی خودم. آمریکایی همین مرام رو دارم. عملا حاضر نیستند راه و روشی رو که دیگران عرضه می کنند با اصرار برای رسیدن به مدینه فاضله بپذیرند. نگرانند مبادا این جاده به مدینه فاضله ختم بشه، به یک جهنم دره ختم بشه. حاضر به استقبال از ریسک و خطر نیستند. این یه ویژگی این مردم، یک ویژگی این مردم که برای حفظ این مملکت مالیات میدن.
ایرانی ها به چه علت این همه راحت مملکتشون ترک کردن اومدن بیرون؟ یه مطالعه میگه به خاطر اینکه هرگز به خاطر زندگی در اون مملکت مالیات ندادن. بعد بیچارا کارمندا بودن که از دستمزدشون از حقوقشون مالیات کسر میشد، یا کارگرها، ولی آدمهای ثروتمندی بودن که با درآمدهای کلان حاضر نمیشدن به اون مملکت رشوه مالیات بدن. اغلب سعی میکردن حتی با دادن رشوه از بار مالیاتی خودشون کم بکنن. برای نگاه داشت اون مملکت زحمت نکشیدن. واقعیت اینیست که همیشه در ایران، مثلا در ایران معاصر، یک گروه اندک بودن که از ته دل به این سرزمین خدمت میکرد، از خودشون مایه میگذاشتن. تکنوکرات ها، مهندسین، بچه های تحصیل کرده، دکترهایی که حاضر بودن برن به روستاهای بسیار دور. از یکی از اونها رو من میشناختم، یه رب بلوچستان، سیستان و بلوچستان، پزشک، هر جز حاضر نشد بیاد به تهران. گفت اونجا به من احتیاج داره، دکتر مقربی. روستا به روستای منطقه برید اون رو میشناسن، روستا به روستا لذت میبرد از زندگی در کناری این مردمان و معالجه اون لذت میبرد و حاضر نبود این رو با چیز دیگری معاوضه بکنه. خیلی ما داشتیم از این شخص. خود دکتر غلام حسین ساعدی تحصیلات طبی کرده بود که به رایگان رو در خدمت مردم بگذاره. یا دکتر دانش، برادر همین دکتر مصطفی دانش، به زور میشد به او دستمزد داد یا ویزیت داد. آمده بود به ایران بعد از او تحصیلات طولانی که به هموطنانش خدمت بکنه، اونا به طور رایگان. انتظارش هم فقط همین، بسیار یه درآمدکی اندک و هرچی که بتونه زندگی کنه، این براش کافی بود. بپرسید از دوستان من که چه تعداد دکتر و مهندس بودن در نقاط بد آب و هوا با انتخاب خودشون به اون مملکت و به اون سرزمین خدمت کرد. همین آقای حسین اجازی خاطراتش برای من بازگو میکرد از جامعه تحصیل کرده ای که رفتن به گرگان، رفتن به ترکمن صحرا، نه اینکه دولت فرستاده باشه، ما دل و جون خدمت میکرد. یا کارمند دولت بودن خودشون نقاط بد آب و هوا رو انتخاب میکرد. و فکر کنید دستاورد اینها چه شد بعد از این، به دست چه کسانی افتاد. حیف نبود که ایران از این همه ثروت محروم بشه، از این همه ثروت انسانی. اینا ناچار بشن میهن مملکتشون رو ترک کنن. جرمشون چی بوده؟ این بود که بیش از حد به اون مملکت خدمت کرد، مردم رو بی چشم داشتی دوست می داشتن. عشق باید تابشی بی باستا، عشق بی شرط زمین و آفتاب. عشق آفتاب به کره زمین بی شرطه، بی قید و شرط بر کره زمین ساته، نور میده. دائما این کره رو روشن نگه می داشته بدون که چیزی از این کره طلب بکنه. انتظار باز پرداخت خدمات خودشو نداره. اینا هم همین کارو میکرد. عشق بی شرط نسبت به اون مملکت، به اون سرزمین داشت. عشق باید تابش بی باستا، عشق بی شرط زمین و آفتاب. به هر روی داشتم اینو میگفتم، همین آقای میشنر رأی نمیاد. مردم در واقع به او حالی میکنن که آقا ما آثار تو رو دوست داریم ولی در کتاب علاقه نداریم که تو بیا زندگی ما رو به هم بریزی، علاقه نداریم که ما رو وارد مسیری بکنی، وارد دهلیزی بکنی که انتهاش رو نمیتونیم ببینیم. هیچ روزنه‌ای در انتظار این دهلیز نیست، در نتیجه نمیدونیم تو میخوای ما رو به کجا هدایت بکنی.
ما سوار اتوبوسی نمیشیم که ندونیم قراره چه کدام به سمت کدام مقصد پیش بره. این تقریبا عادت عمومی شده در این در مملکتی که ما در زندگی میکنیم. و بقیه یعنی وارد فاست حالو فکر کنی خودم نویسنده یا آقای گرویدال. گرویدال هم بیشتر قولهای ادبی جهانه، یکی از قولهای این مملکت. چند نوبت هم من در تلویزیون بهش مصاحبه کردم و عرض کردم، چند نوبت هم به خانهش رفتیم و دیدار داشتیم و با صحبت کردیم و آثارش هم بخونیم، متوجه میشید نظر او این بود که ایرانی ها موفق شدن در 2700 سال پیش اصول رهبری و مدیریت جهان رو پایگذاری کن که هنوز هم اعتبار داره. و معتقد بود که ایالات متحده آمریکا شبیه امپراتوری ایران باید اداره بشه، نه شبیه یک رئیس جمهور. یعنی یک رئیس جمهور نباید مملکت رو، بلکه یک امپراتور در ابعادی که ایرانی ها پیشنهاد داده بودند در 2700 سال پیش در دوره هخامنشی. معتقده که سیستمی که ایرانی ها خلق کردن یک سیستم فرهمند بود و سیستمی بود که درباره همه چیز، مهمتر از همه رفاه و حقوق انسانی فکر کرد. ایرانی ها معتقد بودند مدیریتی شایان ماندگاری است در توی تاریخ که بتونه حقوق اتباع رو یک حفظ بکنه و به تمامی حقوق رو احراز بکنه از همه بهتر و بعد باعث رفاه مردم باشه، یعنی مردم بتونن در سایه این امپراتوری زندگی خوبی داشته باشن. و معتقد بود که این امپراتوری رو در این روزگار باید احیا کرد، چون دنیای امروز به چنین امپراتوری نیازمنده. مثل گوشت امپراتوری پارسا، از امپراتوری پارسا در نامه هم که به پرزیدنت اوباما نوشت به این به این موضوع اشاره کرد به صراحت تمام، وقتی معترض بود به سیاست های کاخ سفید نسبت به ایران. عشق عظیمی به ایران داشت، عشق عظیم. ولی خب با توجه به اینکه دائما هم تازیانه در دستش بود، شلاق و بر سر روی این سیستم میزد، دائما سیستم رو تحقیر میکرد و از منتقدان نظام موجود در ایالات متحده آمریکا بود، منتقدان سیاسی نظام موجود، تنچه روز به روز بیشتر منزوی شد، روز به روز بیشتر منزوی شد. یعنی آمریکایی‌ها آثارش رو میخوندن، لذت میبردن. یکی از برجسته‌ترین کارهای او بنهوره، سناریوی بنهور، یکی پاریس می سوزد، اونم اثر درخشانی، آلن دلون توش بازی میکرد، ایو مونتان بازی میکرد دیگه، حضور توش کس خیلی از هنرمندان بزرگ و شماری از بازیگران آمریکایی و چندین اثر و نوشته دیگر، حتی برخی از آثارم با اسم مستعار منتشر میکرد و آثار فلسفی و فکری او که بیشترم نگاهی به تاریخ داشت و بیشترین توجهش به ایران، یعنی ایران در محور و در کانون توجه او قرار داشت. آخرین بار هیچ فراموش نمی‌کنم، دکتر نوذری به من تماس گرفت، گفت آقای گرویدال زنگ زدن دنبال شما می‌گردن و شنیدن که شاپور علیرضا خودکشی کرد در ماساچوست و شماره شهبانو فرح رو میخوان که تسلیت بگه. این یکی از آخرین درخواستاش بود که من شماره رو پیدا کردم دادم و ایشون هم زنگ زده بودن، دیگه نمیدونم با هم چی گفتن. ولی فکر کنید این مرد چقدر تو اون سن و سال خودش با این همه مشکل و گرفتاری که داشت، نویسنده بزرگ و ارجمند، قول بزرگ ادب و تفکر معاصر در جهان، به چه نکته های انسانی توجه داشت و دقت داشت و به ویژهشون به شکلی هم با ما ایرانی ها و سرنوشت ما در ارتباط بود که خب من به عنوان ایرانی همون زمان احساس کردم کاش ایران وضعیت بهتری داشت و ما او رو این غرور رو با خودمون به ایران می بردیم.
داویدان تو مملکت زندگی و عاشق ایران، عاشق و شیفته ایران. ولی همونطور که خدمتتون گفتم، چون اندیشه هاش انقلابی بود و اون هم میخواست خاک برداری کنه آمریکا رو، در نتیجه به تدریج منزوی شد. آمریکایی بهش حالی کردن دوست داریم فقط کارات رو بخونیم، دوست نداریم اونها رو در عمل ببینیم. میگن وقتی من تمام شد اصلا با هم گفتگو میکنیم. سپاسگزارم از همه شما.